در هر سرزمینی در پس پرده از زمان داستانهایی نهفته در دل اساتیر و نمادهاش داره هایی از یک پازل کیهانی که برای هزاران سال در دل متون باستانی پنهان مونده و میتونه راهی باشه برای شناخت دنیایی که در اون به سر میبریم در مرور این کتاب به نظریه متفاوت درباره خدای خورشید رسیدیم و نویسندش باور داره منظور مردمان عصر کهن از خورشیدی که در باورهای ماوراییشون داشتن نه خورشید امروزین بلکه زحل بود بر اساس این نظریه در دوره‌ای که در اساطیر به عنوان عصر طلایی معرفی میشه زحل در فاصله به مراتب کمتر از فاصله ای امروزینش در محدوده‌ای در شمال آسمان زمین ثابت بود مثل اینکه همه ی عالم به دور زحل در چرخش باشن. این سیاره در آسمان شب به اندازه درخشان بود که ازش به اسم خورشید اصلی یاد شده. خورشیدی که برخلاف خورشید امروزین این طلوع و غروب نمی کرد و همیشه ی روز می شد اون رو در موقعیت ثابتی که داشت دید. عظمت این سیاره از نظر مردمان ساکن زمین به اندازه ای بود که بهش عنوان با شکوه هولناک رو هم دادن و ازش به عنوان خدای اعظم آسمانی یاد می کردن. پس هر خدایی که به اسم خدای خورشید کوهن معرفی میشه از نظر دیوید تالبوت البته خدای زحل یا سترنه از جمله آتوم، کرونوس، آپولون، هلیوس، سوریا، اوتویا شمش و حتی میترای ایرانیان. در تمام اساتیر و باورهای ماورایی از حضور الهی در آسمان یاد میشه. نیرویی که بر همه چیز نظارت داره و این نماد که تا عصر امروز دوام آورده یکی از مهمترین نشانه هاشه. در بسیاری از سازه ها و متنهای ماوری و حتی مذهبی همیشه هم پیداش کرد و ازش به عنوان نمادی از بینش و همینطور خدای اعظم یاد میشه بیشترین اطلاعات درباره این نماد رو هم میشه در آثار مصریان باستان پیدا کرد و به نظر دیوید تالبوت شناخت این نماد بیشتر از سایر نمادها نشون میده که برداشت های امروزین از خدای خورشید عصر کهن و رب دادنش به خورشید امروزین تا چه اندازه اشتباه بوده وضیح بیشتر اینطوره که این نماد شکلی از این نماده که پیش از این بهش پرداختیم دایره ای در یک محدوده بسته سرزمینی که خانه آسمانی خدای آفریننده یا پدر آسمانیه و همونطور که پیش از این دربارهش صحبت کردیم میتونه همون باغ عدن یا سرزمین بهشتی خانه نخستین انسان باشه در مصر باستان همین نماد برای اشاره به چشم به کار میره که از ترکیب سه نماد مختلف تشکیل شده یکی به معنای دیدن، شک دادن و ساختن، دومی به معنای ریسمان، بستن و به شکل دایره درآوردن و سومی به معنای محوطه‌ای که خدای اعظم رو در بر داره. کل این نماد هم به این دو صورت خونده میشه. من همو هستم که در اوجات ساکن است. اینم در پاپیروس جادویی هریس داریم. من شو هستم به شکل را که در میانه چشم پدرش نشستم. و در کتاب مردگان اینو داریم. من در چشم او پاک هستم. من همو هستم که در میانه چشم خیش ساکن است. این تعبیر رو هم داریم که دایره این نماد همون تاج شاهی پادشاهانه مثل اینکه نمای شاهی تاجدار رو از بالای سرش داشته باشیم. شاهد مثالش هم در متنی نمایشی که در بخشیش حاکمان مصر تاجی رو با این ذکر بر سر میذاشتن ای پادشاه اوسایریس من چشم هوروس رو بر سر تو ثابت میکنم همچون یک پیشانی بند تال بود در بحثهاش درباره خدای عظمی که به زوهر رفت داشت به سراغ این نماد هم رفته ماری که به شکل دایره در اومده و در مواردی در حال خوردن خودشه تمام خدایانی که به زوهر رفت دارن از آتوم تا را، آنو، یاما، هوانکتی، کویتزاکوات و کرونوس همه به یک مار یا اجده ها نسبت داده میشن و مشخصا مار یا اجدر ماری که در حال خوردن دوم خودش نماد زمان خونده میشه. همراستا با عنوان پدر زمان که به خدایان مرتبط با زحل داده شده. برای همینی که در ترسوی سازی های یونانیان کرونوس در دستانش ماری داره که به شکل حلقه در اومده. همین مار به شکل یک دایره همون کالی در باورهای هندوهاست ایزدبانویی که به زمان و نیروهای آفریننده و نابودگر دنیا ربط داده میشن ما رو در این تصویرسازی های منصوب به زروان هم داریم یکی از خدایان اعظم ایرانیان که حاکم بر زمان معرفی میشه و زمان محدودی رو که در این دنیا میشناسیم تعریف کرده تا دوری نبرد اورمز و اهریمن مشخص باشه. درباره این خدا میتونین در ویدئویی که لینکش رو در بخش توضیحات همین ویدیو در یوتیوب اضافه کردیم بیشتر ببینیم و خلاصش اینه که زروان در دوره بر کل عالم حاکم بود ولی با تولد دو فرزندش از عرصه کناره کشید و در دنیای بیکران نور ساکن شد. روایت های اساتیری اسکاندیناوی رو با همون دنبال کرده باشین از که در نهایت طور افسانه ای رو میکشه ساکن محدوده آبهایی بود که دنیای اساتیری رو در برداشت در باور تال بود این های افسانه ای همون دایره ای که دور این نماد باستانی برای خدای خورشید داریم خدای اعظمی که به تعبیر مکتوبات مسیان باستان ساکن دایره ای آتشین بود بعد دایره آتشین همون حلقه های زحل بودند که با درخششی بیمانند در تخیلات مردمان عصر کهن به عنوان ایشده ها تصویر سازی شدند. در مثالی متفاوت تال بود به سراغ نوشته های ناسیک کم رفته و این عبارت از آموزه هاشون در تاریکی بیرونی اجدرمار بزرگی است که دمش در دهانش است و در ورای تمام عالم است. این مار اساتیری راهش رو به روایت های تک خدایان امروز هم باز کرده و در بارش که جستجو کنین به داستان ماری درخشان میرسین که در باور مسلمانان دور تا دور پی و بنیان کبس و ازش محافظت میکنه. درباره روایت های مربوط به لویاتان در آثار عبری هم پیش از این صحبت کردیم. اجده ماری از این که همانند نداره و به صورت استورهی شر تصویر شده و با شب و تاریکی و آبهای کیهانی در ارتباطه. جالب ترین که خدایانی مثل بعل یا یحوه باهاش در نبرد بودن. نشانه ای که میتونه به دوره عبور باورهای مذهبی از چند خدایی به تک خدایی رب داده بشه و یکی از علتهای تصویرسازی های منفی و تاریک مذاهب امروزین از ستن یا خدایان خورشیدی باشه که به باور تالبوت به زحل رب دارن. نکته که تالبود در بررسی مکتوبات و آثار کوهن بهش رسیده شباهت واجه های اجدرمار و کوه در زبان بومیان بخش های مختلف دنیاست. اون باور داره که این شباهت احتمالا در ترجمه متنهای کهن باعث اشتباهاتی شده و به این ترتیب مفهومی به اسم ستون یا کوه کیهانی پدید اومده. در باور کهن مردم برنه او در ابتدا تنها آسمان و دریا وجود داشت که اجدرماری عظیم ساکنش بود با تاجی زرین بر سر. خدای آفریننده زمین را از دنیای آسمانی به سمت سر این اژدرمار انداخت و به این ترتیب در میانه دریا سرزمینی پدید اومد که همون دنیای ماست. دسته ای از بومیان اندونزی از دریایی عظیم صحبت می کنند که اژدرماری در اون ساکن بود و ایزد بانوی آسمان ها زمین رو بر سر این اژدرمار پدید آورد در اساطیر هندوها هم اجدرماری از به این اسم دنیا رو بر سرش داره. تالبوت به یه اشتباه در ترجمه آثار کهن مخصوصا نوشته های مصریان هم اشاره میکنه با این توضیح که خدای خورشید برخلاف برداشت های که اون رو به خورشید کنونی منظومی شمسی ربط میدن از پشت کوه کیهانی طلوع نمیکرد بلکه بر بالای این کوه همیشه ساکن و ثابت در درخشش بود. البته از بین خدایان کهنی که تول که بود ازشون به عنوان نماینده های از زحل یاد کرده این اشتباه رو در روایت مربوطه به میتران نداریم. به این صورت که اون در کنار مهر ایزد خورشید تصویر میشه و زمانی که مهر یا خورشید غروب میکنه میترا همچنان بیداره و از بلندای عالم بر شب نظاره میکنه. در توصیف آتوم خدای اعظم مصریان اینطور اومده که اون در میانه آسمان بر ستون خودش تکیه زده. کوه مرو در منابع هندو هم به صورت یک ستون کیهانی توصیف شده که در میانه دریای کیهانی ثابته. کوهی طلایی که بر دامنش شهر آسمانی برهما رو داره. روایت نسبتا مشابهی رو درباره کوهی به این اسم در اساتیر ژاپنی داریم و کوهی به این اسم در اساتیر چین بلندترین کوه دنیا خونده شده کوه مروارید که در میانه زمین بود و بر دامنش سرزمین مادری آسمانی یا همون بهش یا پرادایس رو داریم درباره کوه هرا در روایت های اساطیری ایران هم پیش از این صحبت کردیم کوهی که در آفرینش دنیا به دست اهورا مزدا پدید میاد و درخشانترین ترین کوه ها خونده شده در اساطیر بومیان مکزیک از دسته ای از نژاد انسان ها صحبت میشه که در مکانی دور در شمال ساکن بودن بر فراز بلندترین کوه ها مکانی که همیشه پوشیده از ابر و محل سکونت خدای اعظم به این اسم در سنت اسکیموها در ورای عالم بالا و پایین کوهی عظیم هست که منبع نیروهای الهی معرفی میشه بومیان آمریکا هم کوه کیهانی رو در روایت هاشون دارن که ازش به اسم خانه اعظم یاد میشه این کوه در تمام اساتیر مشخصات مشابهی داره از تمام کوههای زمین بلندتره میدرخشه و به عنوان مدار کیهانی عمل میکنه محل حضور خدای اعظم که ازش بر دنیا حکومت میکنه در باور تالبود این کو همون مدار شمالی زمینه که در عصر کهن زحل بر بالاش دیده میشد و به نظر میرسید همه ستاره ها به دورش در حال چرخیدن هستند دایره ای به دور خدا یا خانه خدا. کوه سحیون و المپوس هم شناخته شده ترین موارد از این دستند که به اسم محل سکونت خدایان در ارتفاعات شناخته میشن. بر اساس توضیحات تالبوت هر دوی این مکان ها نه در زمین که در آسمان ها بودن و انسان ها برای بازآفرینی اون چه در آسمان شاهدش بودن اسامی مشابهی رو برای مکان در زمین به کار بردن. بیشترین توضیحات کتاب در این باره هم باز بر اساس آثار مسیان باستانه. اونها از ستونی به اسم شو یاد می‌کنند که در زمان آفرینش از طرف آتوم پدید میاد در تصویر سازی هاشون هم به این شکل در اومده که چشم جهان بین یا خدای اعظم رو بالای یک ستون نشون میده. اوبلیسک هم برای مفهوم مشابهی به کار میرفته و نمادی بود از آتوم بر بالای ستون کیهانی. در نوشته های تصویری مسیان هم از نمادش برای نوشتن این واژه استفاده میشد به معنای ثبات و سکون در یک مکان. همین واژه یعنی من به معنای کوه و پایه است و این واژه به معنای کوه کیهانی حال بود حتی از این صحبت میکنه که ممکنه همین واژه ریشه اصلی واژه مناره در بین مسلمانان باشه حلقه های زحل محور یه بخش مهمی از بحث های بوده و در باورش نه تنها اجدرما رساتیری یا چشم جهانبین بین ای بلکه این دست های رو آسمان و حتی شاخ هایی که در تصویر سازی های مذهبی داریم همینطور پرنده مخصوصا پرنده دو سر یا دو بالی که در تصویر های کهن معنایی معنوی دارند همه به زحل رب پیدا می به این صورت که حلقه های دور زحل با تابش نور خورشید در ساعت های مختلف روز همیشه می ولی بخشی از آن در سایه سیاره می موند و تاریک به نظر می اومد. پس ساکنان زمین شاهد هلالی بودند که سیاری اسید در میانش بود. این بخش روشن و تاریک دور زحل تبدیل شده به همراهی دائمی زوجهای متضاد مثل روشنایی و تاریکی یین و یانگ یا بالا و پایین در آثار مکتوب هم به صورت این تصویر سازی در اومده که شکل همون داسیه که کرونوس خدای زمان در دست داره این اینم یادآور میشه که شکل هلال در این نماد باعث شده اون رو به خدایان ماه در تمدنهای مختلف رفت بدن برای این توضیح هم داره که در اغلب اساطیر مربوط به خدای زمان یا زحل رد پای یک ایزد بانوی اعظم هم هست که زمین ساز آفرینش میشه برای همین حلقه های دور زحل به رحم این ایزد بانو تشبیه شده که دنیای نخواستین در درونشه این تصویرسازی ها از مادر و فرزند را هم که تقریبا در تمام تمدن های کهن میشه پیداش کرد و شکلی ازش به باورهای مسیحیان امروزین رسیده در اسب خدای خورشید کهن یا زحل و ایزد بانوی مادر رب داره موضوعی که پیش از این درباره صحبت کردیم و لینک ویدیوش رو میتونید در بخش توضیحات همین ویدیو در یوتیوب پیدا کنید به همین ترتیب ایزد بانوانی که در برداشت امروزین به عنوان ایزد بانوی ماه معرفی میشن مثل سلین، آرتمیس، دایانا یا نانا در اصل ایزد بانوی مادر و مرتبط با خدای آفریننده ساکن زحل هستند. حال در بخش پایانه کتابش حوادثی رو که در اساطیر کهن به عنوان فاجعه های عظیم معرفی شدن به تغییرات کیهانی مربوط به تحولات در آسمان ربط میده که باعث جابجا جا شدن سیارات شده در دوره که با دور شدن زحل از زمین نیروهای عظیم به حرکت در اومدن و ساکنان زمین شاهد طوفانی عظیم و باور نکردنی بودند طوفانی که تقریبا در افسانه ها و اساطیر تمام تمدن های کهن ازش یاد شده و حتی راهش رو به نوشته های مذهبی تک خدایان باز کرده موضوعی که در باور تال بود به عنوان نشانه مشترک برای همه میتونه ما رو به دنیای متفاوت انسان های عصر کهن وصل کنه